شنوندگان عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و ما باز از داستان‌های شاهنامه میگویم، از بزرگی فردوسی میگویم و منطقه های انتخاب شده در کتاب بزرگی شاهنامه قصه میکنیم. باید بگویم که هر یک کتاب بزرگی که در صفحه های تاریخ انشا شده است با مرور زمان بالای آن تحقیقات صورت گرفتند و ادبیات شناسان و تاریخ شناسان وابسته به جهان بینی خیش اظهار اندیشه نمودند. و یکی از موضوعهایی که امروز ورد زبان اهل تاریخ و اهل ادبیات است این جغرافیای شاهنامه به حساب می رود. و امروز ما می خواهیم با این موضوع صحبت داشته باشیم با شاعر خلقی تاجیکستان محترم حاتم. خوب استاد، شما را به برنامه خیر مقدم می گویم. تشکر. و در آغاز صحبت می خواستم پیرامون همان منطقه های اظهار اندیشه نمایید که در کتاب بزرگ شاهنامه اولین شده یاد می شوند. تشکر. واقعا امروز درباره شاهنامه سخن بسیار است، نوشته های بسیار هستند و آن گونه که پهلوهای گوناگون شاهنامه مثلا درباره خیرد، درباره دانش، درباره پهلوانی و دیگر مسئله ها ذکر شدند و هر یک دارای ماهیت خاص خود می باشند، همچنین جغرافیای کشورهای شاهنامه نیز ماهیت ارزشمند دارد و برای فهمیدن ماهیت دیگر پهلوهای شاهنامه درک جغرافیای کشورهای شاهنامه بسیار موقع شایسته دارد که متاسفانه امروز از جانب آنانی که در موضوع شاهنامه و کشورهای ایران و توران صحبت میکنند بسیار اشتباهات سر میزند در موضوع جغرافیای سرزمینهای شاهنامه و اکثرا طوری گفتیم در صحبت های گذشته از رود جیهون به طرف شمال را سرزمین های توران و از رود جیهون به طرف جنوب را سرزمین های ایرانی قلمداد میکنند که این با یک دوره معین رویدادهای شاهنامه موافق میآید، ولی در نخست چنین نبود. اکثرا پژوهشگران شاهنامه مهاجرت آریایی ها را به اعتبار نمی گیرند و اشتباه آنها از همینجا سر می زند. مهاجرت آریایی ها در اثرهای بسیار پژوهشگران تاریخی آریایی ذکر شده است و این واقعیت است و این واقعیت تجسم خود را در شاهنامه نیز پیدا کرده است. موافق پژوهش های ما و اشاره های عالمان دیگر، شاهنامه از آغاز یعنی از کیومرس تا زمان اسفندیار یا که بهمن یا که همای خانواده گشتاسپ رویدادها در شرق آسیای میانه سپری شدند. بعد مهاجرت آریایی ها رویدادها از دوره داراب و دارا در منطقه های امروزه افغانستان و ایران و دیگر کشورهای همجوارشان عملی شدند که این گفته در اثرهای بسیار پژوهشگران تاریخ آریایی ها و شاهنامه ذکر شده است. از جمله یک سلسله عالمان کشورهای اروپایی، عالمان ایران در این موضوع اظهار نظر کردند. مهرداد بهار خانواده گشتاسپ را در شرق آسیای میانه گفته است. همچنین دانشمندان دیگر جایگاه زردشت را ساحل های رود سیحون گفتند و اشاره های دیگر زیاد است، ولی یک نوشته از کتاب عالم دانشمند مشهور ایرانی هاشم رازی در این باره بسیار صحیح اشاره کرده است. میگوید در یشت ها، در یشت های اوستا هیچ اشاره به غرب ایران نیست. هرگاه اشاره تر و کسان به غرب منتقل کنند باید آن را از دست بردی زردشتیان غرب ایران دانست. در واقع باید گفت که زردشتیان غرب ایران بر اثر دست بردهای فراوان در اوستا و بخش که راجع به جغرافی است بلای بر سر تاریخ و جغرافیای زردشتی شرقی آوردند که سرگردانی های ناگفتنی به بار آورد.
ببینید؟ بله. این از هنگامی است که دین زردشتی برای کشانده شد. مرکز روحانی مادها و پارسها در این سرزمین قرار داشت و مغان در آنجا سکونت داشتند. نیروهای سیاسی از شرق ایران، شرق ایران گفته سرزمین های شرق آسیای میانه در نظر است، از شرق ایران به غرب انتقال می شد. مغان مادی با تعصب فراوان جای تاریخ مقدس را ناگهان از شرقترین نقطه ایران به غربترین نقاط شمال ایران تغییر دادند، یعنی از مرور جیهون به سوی ماد انتقال دادند. زادگاه زردوش ایانم و ایجه آتروپودکان یعنی آذربایجان شد. رودخانه دایتیا رودخانه شد که از شرق آسیای کوهن به دریای مازندران می رفت، یعنی ارس یا ارکس در نوشته های باستان. واروکش دریای مازندران شد. رنگ ها این دریای سیر است، سیحون است. رنگ ها به رودخانه دیگری که به دریای مازندران می رزد یکی دانسته شد. هر برزایتی یعنی این البرز است در پهلوی. هر برزایتی کوهی که خورشید از آن سر می زند رشته کوههای شد در جنوب دریای مازندران. چنان که این نام تا امروز البرز نگاه داشته شده است. رضی هاشم اوستا تهران صفحه 243 244 233. در این اقتباس تمام گپ گفته شده است. بله. یعنی مهاجرت گفته شده است که از شرق آسیای میانه هم البرز هم رود رنگها هم پارس هم دیگر کشورها هم زادگاه زردشت به غرب ایران کشانده شد. و متاسفانه این چیز را نه همه دانشمندان و پژوهشگران به اعتبار میگیرند و اشتباه آنها در مورد جغرافیای شاهنامه و جغرافیای ایران و توران از همین جا سر میزند. خوب استاد، در خود همین شاهنامه هم قسمت اول شاهنامه دایر به مثلا ایران و توران قریب که سخن کم میرود. البته اگر درباره جغرافیای شاهنامه سخن گوییم باید گفت که در شاهنامه نخست از هفت کشور یاد می شود. بله، شاه هفت کشور می گویند. بله، مثلا هوشنگ می گوید که منم شاه هفت کشور. ارنواز بزهاق می گوید که بر هفت کشور توی پادشاه. ولی نام این هفت کشور ذکر کرده نمی شود. این هفت کشور پیروی یا بازمانده هفت کشور آریا هندی است. یعنی تا زمان سکونت آریا ایرانی ها آریا هندو ها یک عمومیت قومی و جغرافی داشتند که هفت کشور آنها در این منطقه وجود داشت. از جمله هفت کشور یکی بود جامبو، کراونچی دویپا، سلمالی دویپا، گامیدا، ساکا دویپا و دیگر کشورها. همه گونه هفت کشور در شاهنامه ذکر می شود ولی نام هاشون گفته نمی شود و این نام هفت کشور در اوستا ذکر شده است که کشور یکم یعنی اریزا یا ارزا که در زبان پهلوی این کشور را خراسان گفتند یا ارزهی مثلا نام این کشور بود و نام کشور دویم سواهی که در ادبیات پهلوی این را خاور گفتند. دو کشور و دو کشور شمالی وورو برشت و وورو جرشت که این کشورها را در ادبیات پهلوی روم خواندند، روم و باختر، بعضن روم و خاور گفتند. دو کشور جنوبی ویدادافشو و فرادادافشو که در ادبیات پهلوی این کشورها را نیمروز خواندند. و کشور مرکزی که در میان این شش کشور دیگر وجود داشت
خوانی رسای بامی که در ادبیات پهلوی این کشور را ایران شهر خواندند. یعنی اون هفت کشوری که در اوستا ذکر شده بود با نامهاشون هم دیگر بود، بله، موقعیتشون هم دیگر بود، ولی بعد مهاجرت در قسمت غربی منطقه های آریانشین این هفت کشور را با نام پهلوی ذکر کردند. که مثلا نفر امروز اگر از زمان اوستا بیاید و پرسید این نام هایی که در غرب ایران نامگذاری شدند نمیداند که چیست. بله. و این هفت کشور در شاهنامه جایگاه اساسی سکونت آریایی ها بود و هنوز از ایران درکی نیست از نام ایران. بله. هرچند که در یک دو جا نام ایران می آید، ولی فریدون پسر نوزادش را از تعقیب ضحاک می گیرد و به طور در شاهنامه ذکر می شود به البرز و هند می برد، در اونجا عابد رو می بیند، می گوید که من از سرزمین ایران آمدم برای پناهندگی. یا که وقتی در دوران جمشید آریایی ها از جمشید ناراضی می شوند و سوی تازیان راه می گیرند، اونجا نیز ایران ذکر می شود. یاد می شود، بله. سراسر ز ایران بر آمد سپاه، سوی تازیان بر گرفتند راه. و البته در اون زمان ایران وجود نداشت، نام عمومی منطقه های آریانشین هفت کشور بود. و در اون دوران سرزمین های بسیار با نام های خود وجود داشتند. مثلا 16 کشور اهورا آفریده که در اوستا ذکر شده است در شرق آسیای میانه وجود داشتند و یکی از آن سرزمین ها آریانا و ایجه نام داشت که بعدا نام ایران از همین نام تسمیه شد. و این آریانا و ایجه آریاورته هست که در اثرهای هندی باستان ذکر شده است در همین موقعیت. بعضی دانشمندان چنین گمان میکنند که آریاورته در هندوستان واقع بود و آریانا و ایجه در شرق آسیای میانه واقع بود، که این اشتباه است. این هر دو نام نام یک سرزمین بود که در قسمت شمالی پامیر واقع بود و امروز نیز جایگاه آن معلوم است. مثلا هم کشوری که تا زمان ایران و توران بودند زیر یک سیاست حکم می بردند. ولی شاه هفت کشور همیشه از زمان کیومرس و فرزندانش یک شاه عمومی بود و این هفت کشور در تابعیت یک شاه عمومی قرار داشتند. و البته در این هفت کشور سرزمین های گوناگون وجود داشت که هر یک شاه خود را داشت. شاه مثلا فارس، شاه زابل، شاه کابل. ولی شاه عمومی این کشورها پادشاه نام داشت، یعنی شاه اساسی، شاهنشاه، که تابعی همون شاه عمومی بودند. و تا زمان فریدون، تا زمان آن که کشورهای هفت کشور در تابعیت یک شاه عمومی بودند، یعنی آخران شاه هفت کشور این فریدون بود. بله، تو وقتی که زمین ها رو تقسیم نکرد. بله. و هر کدام از این شاه ها پایتخت داشتن، پایتخت خود رو داشتن، که همه این پایتخت ها در شرق آسیای میانه واقع گشته بودن. و بعد مهاجرت بسیار نام های جایگاه اول آریایی ها، یعنی منطقه های اول آریایی ها در منطقه های غرب دوباره نامگذاری گردیدند. خصوصا در زمان کروش و دارا بسیار نام ها نامگذاری گردیدند که اکثریت آنها تاریخی بیشتر از 2500 ساله ندارند. حالان که این شهرهایی که در شرق آسیای میانه بودند تاریخی کمش 6000 و 7000 سال باید داشته باشند. مثل سرزم که ما آن را گفتیم خوارزمی اوستاست. همین گونه مثلا اولین پایتختی که
آریایی ها در شرق آسیای میانه داشتند و آن را کیومرث همراه فرزندانش بنیاد کرد. این بلخ بود در شرق آسیای میانه، یعنی در وادی فرغانه، در قسمتی غربی وادی فرغانه که این نام در ادبیات خطایی، در تاریخ نامه های خطایی با نام باخن یا باخنن یاد می شود. شاید در باره پایتخت ها و موقعیت آنها یک صحبت علایده خواهیم کرد. و امروز به طور عمومی ما بگیم که بلخ بود پایتخت اولینی این سلاله پیشدادیان و کیانیان و پایتخت دوم این شهری باب یا که در اوستا باور یا ببر نام داشت که بعد مهاجرت آریایی ها این شهر را بابل گمان کردند. بعضی پژوهشگران به بابل عینیه دادند، اما این شهر ببر یا باوری یا باور بود که امروز با نام باب در ولایت نمنگان وادی فرغانه وجود دارد. و وقتی که فریدون ضحاک را سرکوب کرد، او پایتخت نوی خود را ساخت، از رود سیحون با اون طرف گذشت، به طرف جنوبی رود سیحون گذشت و در اونجا پایتخت خود را با نام تمیشه بنیاد کرد که در شاهنامه میگوید زیامل گذر سوی تمیشه کرد، نشست اندران نامور بیشه کرد. فریدون سرزمینی هفت کشور را میان فرزندانش تقسیم کرد و ایران عمومی به اصطلاح یا که هفت کشور به دو قسمت تقسیم شدند. بلخی که در وادی فرغانه بود در سر مرز ایران و توران واقع بود و جنگ های زیاده به وقوع پیوستند و در زمان لهراسپ چهارمین پایتختی که اون را کیخسرو بنیاد کرد، این استخر نام دارد در شاهنامه و با نام های استرخ یا استرغ ذکر می شود که در پارس، در پارس کنونی با همین نام یک شهر وجود دارد. این نام با یاد بود یا با یادگاری استرخ اولین ساخته شد و این استرخ یا استخر امروز در یک قسمتی ناحیه ونج جای دارد و بسیار دلیل هایی که این گفته را تصدیق میکنند وجود دارند، هم از لحاظ جغرافی هم از لحاظ اشیا. و پایتخت آخرین سلاله کیانیان این بلخ بود که این هم در یک قسمتی ناحیه لخش وجود دارد و امروز با نام بلخ واقع است. گشتاسپ و پدرش لهراسپ ساخته بودند و این آخرین پایتخت دولتداری پیشدادیان و کیانیان بود که در شرق آسیای میانه وجود داشت و بعد این آریایی ها به مهاجرت مواجه شدند در بر اثر جنگ های زیاد و از اینجا برآمده رفتند و ادامه شاهنامه در قسمت غربی ایران به وقوع میپیوندد که در باره سرزمین ها، کشور ها، رویداد ها، کوه ها و دیگر پهلوهای شاهنامه در این منطقه بسیار دلیل های فراوان وجود دارد. باید گفت که در شاهنامه تقریبا 320 نام جغرافی، بعضا 325، 330 میگویند، تقریبا 325 نام جغرافی وجود دارد و همچنین تقریبا 28 نام رود و دریا در شاهنامه وجود دارد، همچنین تقریبا نام 30-35 نام کوه وجود دارد که از این قسمت زیاد این نام ها در شرق آسیای میانه جای داشتند. طور هاشم رازی میگوید کوه البرز که خورشید از اونجا برآمده طلوع کرده به کشور آریایی ها نورپاشی میکرد، یعنی در شرقترین نقطه کشور آریایی ها وجود داشت ولی بعدا در ادبیات پهلوی این به غربترین نقطه جایگاه آریایی ها کشانده شد.
طوری گفتیم در زمان فریدون که هفت کشور رو با سه پسرش تقسیم کرد، در اونجا هفت کشور بود، پنج طایفه آریایی بود. از این پنج طایفه آریایی یعنی آریا بودند، ساینا، سایرما، دهیا و توریا. یعنی این پنج قومی آریایی بود، هفت کشور بود و شانزده سرزمینی اهورا آفریده در این منطقه وجود داشت که همین کشورها و این سرزمینها در میان سه برادر تقسیم شدند و طور در صحبتهای گذشته ذکر شده بود، با سبب آن که دو برادر کلانی سلم و تور به ایرج رشک کردند، بین هم مناقشه شد و ایرج را کشتند و از همین جا اون هفت کشور به دو قسمت تقسیم شد. هرچند که در نخست به سه قسمت جدا شده بود. بله. سرزمین های تور علاهیده بودند، سرزمین های سلم علاهیده بودند، سرزمین های ایرج علاهیده بودند. ولی بعد اون که جنگ ها میان این کشورها به وقوع پیوست، سرزمین های سلم و تور به هم متحد شدند. بله. با نام توران. و قسمت دیگر شد ایران. بله. خوب استاد، در برابر همین شهرهایی که شما اینجا نام بردید، بغداد هم یاد می شود. بغداد کجا بود؟ بله. باید گفت که بعد ایران اولین شهری که در شاهنامه یاد می شود بغداد است. بله. وقتی که فریدون همراه مادرش در کوههای البرز، که این کوههای پامیر است، در طرف شرق پامیر و سن 16 می رسد، بزرگ می شود، پهلوان می شود، برای سرکوب کردن ضحاک راه می گیرد و پیش از ذکر بغداد تازیان ذکر می شود. بله. در زمان جمشید از ضحاک یاد شده بود: از ایران یکایک برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. بله. برای ضحاک دعوت کردند و فریدون نیز وقتی که به سوی سرکوب کردن ضحاک می آید، اول به تازیان می رسد. رسیدند بر تازیان نوند، به جایی که از دان پرستان بودند. بله. بعد وی دیگر منزل آن شاه آزادمرد لبی دجله و شهر بغداد کرد. در زمان حکیم فردوسی که جغرافیا تغییر پذیرفته بود. بله. یعنی مهاجرت آریایی ها به اون منطقه رفته بود و اوضاع علمی چنین بود که قسمت های ساحل های راستی رود جیهون، توران و ساحل های چپی آن ایران هستند. از این لحاظ در زمان فردوسی رود رنگ ها یا رود سیحون با رود دجله یکی دانسته شد و بغداد که در حال در وادی فرغانه با همین نام وجود دارد، بغداد شاهنامه دانسته شد، عراق، بغداد عراق دانسته شد، حالان که بغداد عراق سال 617 بنیاد یافته است. ولی این بغداد وادی فرغانه تقاضا میکند که کمش تقریبا 4-5 هزار سال تاریخ داشته باشد. همین گونه 16 کشور اهورا آفریده همش در قسمت شرقی آسیای میانه واقع بودند. ولی بعد مهاجرت غیر سود 15 کشور دیگر را به اون طرف انتقال دادند، مثل که هاشمی رازی میگوید، و اکثریت را در حدودهای افغانستان و ایران و عراق و هند دانستند، که البته این کشورهای بعدی مهاجرتی هستند. و ما بتوانیم
البته در باره هر یک کده از این شهرها، مثلا در باره پارس، بله، در باره زابل یا کابل، در باره شهرهای دیگر صحبتی علاهیده داشته باشیم. گون میکنم که در برنامه های بعدی ما باز امکان داریم دایر به دیگر جغرافی هایی که در شاهنامه ذکر شده است برای بیننده زکی تلویزیون معلومات دهیم. برای اونه که تا اینجا با ما صحبتی خوب و شنیدنی داشته در شما مندارستیم. بینندگان عزیز، خود رسوم میکنیم که در صحبت ما بودن محترم حاتم شاعر خلقی تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون جغرافیای کشورهای شاهنامه. تا صحبت دیگر، شاد بمانید.